سلام، موسی داوری هستم، متخصص امراض اعصاب و رادیولوژی. سوالات از ما کرده بودن دوستای ما در یوتیوب که به سوالات از اینا میپردازیم. مریض اول ما عبارت از یک مریضی هست که از افغانستان برش گفته شده که اعصاب شما توسط گوشت اضافی تحت فشار قرار گرفته، به این خاطر شما مشکلتان هست و همچنان برشان گفته شده که در سر خودت خون لخته شده. ما میخوایم به این موضوع بپردازم. معلوماتی که این شخص و یا اقارب ازی به ما فرستادن، ما اونا را بررسی میکنم و با شما یک جای و در عین زمان نقاط کلینیکی نقاطی هست که برای همگی مفید است، او را هم بررسی میکنم. مریض ما در افغانستان مدت 2-2.5 سال پیش برش کم ایسی طرف دست چپش پیدا شده و در مدت 2 سال این کم ایسی پیشرفت کرده و پای چپش هم در نظر به اصطلاح مورد احراز خود قرار داده. یعنی پای چپش هم کم ایسی است، دست چپش هم کم ایسی است و در 2.5 ماه 3 ماه آخر مشکل در لکنت زبان پیدا کرده. مریض در قبل میخواست که پاکستان بره، اما نتانسته که ویزا و پاسپورت خود بگیره و به این خاطر حالا از ما پرسان کردن که آیا مشکل ما چه قسم است، ما چی کنیم، تداوی چی است، تشخیص چی است. از نظر معاینات قبلیشان یکانه چیزی که پیش ما جدیده میشه پیششان کلسترولشان بلند است، قند خونشان یک اندازه بلند است. هیموگلوبین ای‌اکس‌سی عبارت از هیموگلوبینی هست که نشان دهنده 90 روز سابقه بلند بودن قند میکنه که در 7.1 اسی باید از 6.6 پایان باشه، در صورتی که نرمال باشه از 6.8 گود کنترل است. مریض در حقیقت یک دیابت غیر کنترلی داره، 60 سال آدم است، شاید فشار بلند داشته باشه و کلسترول هم پیش بلند است. این از اعراض است که ما تا فعلا میفهمیم. در مورد معاینات که یادم اجرا کرده، معایناتشان عبارت از معاینات MRI است، معاینات CT است. CT از اینا وقتی اجرا شده ای چند سال پیش بودم، تقریبا 2 سال پیش سی تی نسشان اجرا شده. در سی تیشان کدام مشکل خاص دیده نمیشه. سی تی باید به شکل مقطع و صرف جداگانه دیده شده و در اینجا در فیلم است. در فیلم ما تغییرات خاص در سی تی نمیبینم. مشکل بزرگ خونریزی باشه، مشکل بزرگ یعنی سکته بزرگ باشه، در این سی تی دیده نمیشه. مریض خوشبختانه امارای گردن هم برش اجرا شده، اما ای امارای است که اجرا شده ریسنتلی آخریش است که به نام کامال دیاگنوستیک سنتر کلینیک ای را اجرا کرده. در اینجا دیده بشه که در مقطع سجیتل ما در فاصله بین C3 و C4 C5 و C6 و C6 C7 مشکلات هست. در حقیقت یک بلجنگ است یا یک زگنال پایان است در دسک که در حقیقت پایان بودن زگنال دلالت به کلسیم میکنه و کلسیم در اینجا مربوط به دیژنریشن میشه. تنها از این ساحه باید بگویم که بین C4 و C5 و C6 هم تا الی C7 مشکل داره یا یک بلجینگ پیدا شده. در این ساحه یک زگنال به اصطلاح ضعیف را میبینیم به شکل سیاه رنگ دیده میشه و همچنان در ساحه پایان تر C5 C6 و C6 C7 همیجی دیده میشه. در حقیقت یک اندازه ستنوتیک میتونه باشه. امارای آخری از این مریض است که در اینجا خب تاریخ هم داره، تاریخش 24/1/2023 تقریبا 8-9 یا 10 سال پیش تصویر است. اینجا بسیار به خوبی میبینیم مقاطع کوچک است، از سطح C2 شروع شده تا C7 C8 تا C8 یا TH1 یا تورکلوان در بر میگیره. مقاطع را اگر ما بسیار خوب ببینیم در سطح C2 خالی C2 الی C3 شروع میشه اینجا و در C3 میبینیم یک فورامینال استنوزیس به طرف چپ قرار داره که دلالت به اونمو بارزه ای که بر ما نشان میداد در امارای اول که امارای که از نظر کوالیتی ضعیف بود، اما باز هم یک اندازه نشان میداد که اینجا یک بندش است و بندش به شکل سنترال نیست بلکه پارامیدیال و در سطح فورامینال است. و پایان میریم در مقطع C4 مقطع C4 مقطع C5 شروع میشه باسته C5 در ختم C4 شروع C5 در اینجا دیده میشه که در اعضای دیسک باز هم یک
چیز داریم، یک استنوزیس در صورت در فورامینال داریم، بلکه سنترال استنوز نداره مریض، فورامینال استنوز داره در اعضای C5. در اعضای C6 بالاترین قسمتش باز شروع میشه، C6 و C7 در قسمت چپ زیادتر، در قسمت راست کمتر استنوزیس فورامین موجود است. پایان بودن سیگنال، یعنی سیاه رنگ بودن سیگنال در اطراف دیسک، نشان دهنده کلسیفیکیشن است و نشان دهنده تولید استیوفایت ها است یا بلند شدن سطح کلسیم در لیگامنت های فلاوم است که تماما دلالت به تغییرات دیژنراتیو یا استحالوی میکنند. تغییرات دیژنراتیو تغییرات است که از سبب سایدگی، از سبب استفاده زیاد، از سبب فشار در یک مفصل میتونه به وجود بیاید. چون اینجا هم مفاصل کوچک موجود است، پس این تغییرات نیست که به اثر برآمدگی خود دیسک به وجود آمده باشه، بلکه دیژنراتیو دیسک دیزیز است که پیش این مریض خلاصه باید بگویم که مریض نظر واس امارایی که به شما شده سکته بزرگ نداره، فقط تغییرات استحالوی یا تغییرات کنه شدن یا فرسایش در سایه C3, C4, C5, C6 و C6, C7 بینشان موجود است. این دلالت میکنه زیادتر به طرف چپ است، دلالت میکنه که مشکل حسیت دست راست، دست چپ و پای چپشان، پایشان نمیتونم بگویم بلکه دستشان میتونم بگویم، از اینجا منشأ میگیره. پایشان امکان داره که همی تغییرات در کمر موجود باشه که مشکل در پای تولید کنه. موضوع لکنت زبان، چون مریض دیابتیک است، باید در نظر داشت که مریضای دیابتیک، کسایی که کلسترول بلند داره، کسایی که فشار خون داره، اینا همان در معرض تولید آتروسکلروتیس پلاکا هستن، یعنی پلاکای سخت شده تصلب شرائین که به سبب شرائین بند میکنه. ساحه‌ای که خیلی مهم است، ما او رو باید در نظر داشته باشیم در تولید در وقت معاینه خود، شریان کاروتید است. فاصله در هنگامی که شریان کاروتید عمومی ما تبدیل میشه به شریان کاروتید داخلی و شریان کاروتید خارجی، به خاطر بیشتر فهمیدن این موضوع پس میریم بالای یک تصویر دیگه که اینجا در خط ما میخواییم امیر بشار با شکل 3D برای شما بیان کنیم. شریان کاروتید خارجی ما، ماشین من ایده خود کنم فقط اندازه ای که خودم باشم و تصویر مریض باشم. اینجا شما ببینید تمام شرایینی که به سر منتهی میشه یا ارتباط میگیره، اینا از که از ابهر، از قوس ابهر منشأ میگیره. شریان طرف راست و طرف چپ، طرف راست از برخیرادیالس یک شریان دیگه هست که من شم میگیره، در حقیقت کامون کاروتید آرتری یا هر شریان کاروتید مشترک طرف راست، طرف چپ مستقیما از خود ابهر من شم میگیره. اینا وقتی که در سطح میرسن، در سطح گردن، اینا دو شعبه تقسیم میشن و این دو شعبه تقسیم شدنشان سبب میشه که یکیش کاروتید داخلی را بسازه و یکیش کاروتید خارجی شود. یعنی جایی که اینا تقسیم میکنن جایی است که در حقیقت پس بیایم جایی که اینا تقسیم میشن به خارجی و داخلی، جایی هست که فشار خون در اینجا زیادتر است و اینجا سبب میشه که تولید تسلب شرایین به وجود بیاد. تسلب وقتی که شد، امکان دادن یک پارچه به شکل ترومبوز است و امبولی میتونه که میتونه بندش شرایین بالاتر بیاره. دو، امکان آیستا آیستا بندش است که در نتیجه تضایق به وجود میاد و تضایق سبب میشه که پیش مریض کم رسیدن خون آهسته آهسته به طرف هم طرف مغز شروع شود. نزد مریضای دیابتیک فشار بلند و کسایی که سیگارت میزنن یا سیگارت میکشن، پیش از اونها امکان تسلب آهسته آهسته به وجود است. به خاطر که نزد مریض ما تا از نظر ثوانی کدام چیزی نگفته شده که امروز جور بود فردا فلج شد، بلکه آهسته آهسته این مشکلات نزدش به وجود آمده، به نظر ما باید یکانا ماینه ای که پیش از این اجرا میشه ماینه اولتراساوند کاروتید باشد که در نتیجه دیده شده که چقدر فیصدی باز از کاروتید داخلی و چند فیصد کاروتید به اصطلاح عمومی یا بولبوس کاروتیک چقدر کلسیفاید است. پیش از اینا این ماینه باید اجرا شود. این نقاط است که باید پایوزای مریض در نظر بگیرن.
شریان هایی که سرامت شم به اصطلاح اروا میکنن چهار شریان است. دو شریانش گفتم کاروتید عمومی و کاروتید های داخلی. دو شریان دیگه که از عقب میایه که ما ایرا دوباره باز بزرگ کنم، شریان ورتیبرال راست طرف چپ هر دویشان یکی میشن و شریان بازیلر یا شریان عقبی را که بایستا بازیلر یارتری یا بیسی را یا شریان پایک میگیم میسه دارد که با اروا میکنند به برینستم یا ساقه دماغ. شرایط اینه که از اکسترنال کاروتید آرتری منشأ میگیرن اکثرا روی وجه و ساحات بیرونی دماغ اینا اروا میکنند که لستشان در اینجا هست، به فارسی در اینجا هست و به انگلیسی در اینجا هست. شرایطی که در داخل مغز میرن یعنی در حقیقت داخل جمجمه میشن اونا شرایط مربوط به برانچ خود کاروتید داخلی هستند. کاروتید داخلی اولین برانچ خود که میته به شعبه چشم میته و بعد از او داخل میشه و میدل کاروتید آرتری که اینی است اینجا ایرم اروا میکنه بعد عقیب از او آنتریور سربرال آرتری و شرایین دیگه کوچکی که در اطراف جسم موجود است که وارد اسکروئیدال آرتری است. میم سر موضوع گردن مریض. در مورد گردن مریض من به شما را به قسمت از انیمیشن متوجه میکنم. اینجا ما یک منظره گردن داریم که مورای گردن است و اعصاب که از گردن میبرای اینجا هستن. تمام اعصاب که میبرای از فواصل بین الفقری اینا میبرای پس اینجا پشت سر بیارم اینجا فواصل بین الفقری عبارت از همون جاهای است که اعصاب بازش میبره و به دست ها میره. شما متوجه باشین یک زوج عصبی اینجا، یک زوج از اینجا، یک زوج اینجا، یک زوج اینجا، یک زوج اینجا. تمام ازواج عصبی است که از بین فواصل بین الفقری میبره. اگر فقره رو ما پس کنیم و فقط یعنی در حقیقت استخوان رو ما پس کنیم ببینیم دسکا و فواصلی که از بین دسکا اعصاب میبره اینجا با بسیار خوبی میتونیم این را ببینیم. پیش مریضایی که دسکایشان دیژنریشن میداشته باشند، دیژنریشن به ایمان استحاله ای در حقیقت اینجا استیوفیت یا استوانکای یعنی کلسیفیکشن ها تولید میشه و این کلسیفیکشن ها آیسته آیسته به مرور زمان سبب میشه که فشار بیاره بالای امی زوجای عصبی. یعنی می از واج عصبی که میبرایه از دو طرف فقره اینا تحت فشار قرار میگیره و بهشان گزگز مرمر خوابوردگی دست میتونه وجود بیه. نال نظر و ای است که کدام از این معوف شده خاطر که هر کدام از این به قسمت خاص از شانه نگرفته ایلا انگشت جوچه از اینجا ایره اروا میکنه به حساب تصیب میکنه. نظر به معاینه فیزیکی، نظر به معاینه که خود مریض میگه میتونه آدم چک کنه بالای ساحه و نظر به او معاینه خدا بتا. بهترین معاینه از اینا معاینه تولید تصویر در امارای است که توسط از او بود. طوری که به مثال گفتیم و بسیار خوبی میتونیم ببینیم. حالا این یکم زیادتر داخل میشیم به طرف فقرات. اینجا موزاوج است، اینجا قسمتی از دسک است و از این کرده بهتر من نمیتونم براتون تشریح از این حالت بتون. بهترین تشریح که تا فعلا خود ما وقت نداشتیم حالا فعلا در دسترس ما هست. ما میخواییم با دسترس تمام افغان ها، محصلین، کسایی که مشکل دارن برش برسانم. مشکل گردن، مشکل فقرات کمر، تقریبا همش با یکی از این تصاویر میتونم به بهترین وجه برای مریض تشریح شم. میم سر از این که سوال که من داشتم از اول دکتر صاحبا گفته بودم که عصب شما توسط گوشت اضافی تحت فشار است. آیا این کلمه درست است؟ یعنی فکر نکنم که این یک استنباط باشه که دکتر گفته باشه، بلکه مریض از این رقم به این شکل استنباط کرده. باید دکتر به مریض بفهمانه و باید ازش مطمئن شده که موضوع را خودش گرفته. یعنی نزد مریض ما مشکل غیر از مشکل که دیژنریشن در گردن است، شاید مشکل تسلب شرایین برش عمده ترین مشکلش باشه که توسط دواهای پیش گرنده میتونه کنترل شد. دومی که کنترل شکر مریض برازی خیلی مفید واقع خواهد شد.
دومی که دکترها میگن در سرت خون ریخته شده. این یک اصطلاحی هست که اگر مریض به کسی دیگه مثلا برای یک پروفشنال کسی برش بگویه، آدم میمونه و ایران که به مریض من دوای رخی خون ده بدم، آیا از این لخته شدن خون از سبب خون ریزی هست یا یکی از سبب بندش هست؟ این نقاط باید در انگام تشخیص دادن به مریض باید بهتر تفهیم شود و آدم باید مطمئن شود که مریض با پایوازش از موضوع درست آگاه هست، به خاطر که آگاهی خود مریض سبب میشه که به ما کمک کنه که خودش تداوی خود به وجه بهتر با ما همکار باشه. میم سر تداوی که همین مریضی که ما داریم در مشکلات گردنش چه قسم تداوی شود و مشکلات گاهیش چیشی باشه. در مشکلات گردنش باید دوای داده شود که برش تنش عضلی را پیش این مریض کم کنه، درد کم کنه و فاصله بین امو زوجی که سطح فشار است یک اندازه زیاد شود تا حسیت گزگز و مرمر کم شود. همچنان تمرین های منحصر به فرد که در اینجا نظر به سویه 33, 34, 35, 36 و 36, 37 خصوصا طرف چپ است باید نزد مریض اجرا شود. می تواند توسط فیزیوتراپی، فیزیوتراپی که معذف به می کار است باید اجرا کنه. برای پیشگیری از سکته های مغزی مریض اول باید کنترل غذای خود داشته باشد. اکثرا ما آبخانه زیاد می خوریم. اکثرا نسبت به 3 وقت وعده غذای مکمل باید ما فقط اقل 2 وقت اگر بگیریم بهتر خواهد شد. و همچنان که برای کنترل قند خون مریض باید دوعده های کوچک در روز بگیره. برای کنترل قند خون در تداویش باید تغییرات به این دکتر داخله باید پلان تداوی مریض تمر بده که فشار قند خون از این از نظر و هیموگلوبین A1C که از این که در 71 قرار داشت پایان به و در 6.1 بود در 6.6, 6.5, 6.7 باید پایان شد. یک پلان دراز مدت هم میخواید که در این همکاری خود مریض ضرور است، تفهیم برای مریض ضرور است، باید از چی پرهیز کنه، چیز بگیره، چیز نگیره، خصوصا در مرض قند پرهیز دیگه هست، در دیگه حالات ما پرهیز بسیار کم داریم. برای تداوی تبعی پیشگیرنده برای مشکلات تبعی ازی باید از اسپرین، از کلوپیدوگرل نظر بایی که اول باید ماینات گردن را تکمیل کنیم پیششان، باید نظر بگیریم که چند فیصد کاروتید از اینها بسته هست. فیصدی شاید از 50 بلند است، از 75 بلند است یا از 50 پایین است. نظر به او تداوی پیشگیری کننده علاقات پیشان اجرا میشه یا داده میشه. تداویشان دائم العمر است. تداوی به این معنی نیست یک نسخه ختم شد و نسخه بعدی را باز منتظر باشیم. باید برای همیشه باید تداوی را بگیرن. فعالیت های روزمره بدنی خود باید افزایش بده، مانند گردش، ورزش در هوای آزاد و اگر سیگار میکشه باید این رو ترک کنه. هی کارهایی هست که برای پیشگیری از سکته مغزی نزد مریض ما که 60 ساله بود اجرا باید شود. البته به این رقم ما مثال های زیاده را داریم که توسط افغان ها، توسط همکار ها، توسط بعضی از کسایی که بر من نوشته کردن با تصاویر به ما ارسال کردن و ما کوشش میکنم در جریان همی سشن های خود ما وقت برای از منام داشته باشم تا موضوع کلینیکی را نظر به دید مریض هست، نظر به دید کسایی که در خانه ابرو مریض سر کار دارن بر از اونها هم تفهیم کنم. تشکر از توجهتان. امیدوارستم کانال افغان لکچر را لایک کنیم، سابسکرایب کنیم و ویدیو را به کسایی که همین مشکل داره بفرستین. شاید بر از اونها هم مفید واقع شد. تشکر.